سلام بچه ها، وقتتون بخیر. با جلسه دوم کلاس ریاضی در خدمتون هستیم. خب خب اگر جلسه اول رو شما در کلاس حضور آنلاین داشته باشین و استفاده کردین از کلاس به صورت آنلاین، ما بررسی اتحادها رو تو برنامه کاری خودمون قرار دادیم و اتحاد حضورتون عرض کنم که مربع دو جمله ای رو کاربرداش رو با همدیگه بررسی کردیم. در ادامه درسمون میخوایم بررسی کنیم کاربردهای دیگه از اتحاد مربع دو جمله رو. من قبل از اینکه حضورتون عرض کنم که کار رو شروع کنم، چند تا سوال رو خدمتتون پاسخ بدم. اول اینکه در مورد جزوه، شماره تماساتون رو حتما با مسئول و مسئول برگزاری و مجری کلاس آنلاین با کلاس آنلاین بچه ها اطلاع رسانی کنید تا به شما بگن چطور میتونید جزوه رو تهیه کنید. آره، شماره هاتون رو با اسم و فامیل بفرستید، رو حالت خصوصی قرار دادن، دیده نمیشه، برای خود فقط مدیریت محترم اینجا قابلیت رویت داره و شما میتونید حضورتون عرض کنم شما تلفناتون رو ارسال کنید با اسمتون تا جزوه براتون ارسال بشه. خب اینکه در مورد جزوه و حضورتون عرض کنم که نکته بعدی که در مورد حضورتون عرض کنم باید توضیح بدم، در مورد دو تا کانال، یک کانال و یک گروه ریاضی بود که حضورتون عرض کنم بعد از اینکه شما را و اسمتون رو دادیم برای جزوه، به طور خودکار شما رو در اون کانال و گروه هم عضو میکنن. کانال ریاضی برای که محتواهایی که هست درسی رو استفاده کنید و گروه ریاضی هم برای اینکه اشکالاتتون رو به صورت درسی بتونید حضورتون عرض کنم سوال کنید و بتونید از اون مزایای این کانال و گروه هم استفاده کنید. خب دوستانی که سر کلاس بودن جلسه قبل یک اعلام رو بفرمایید، ببینیم چند نفر از دوستان سر کلاس بودن و چند نفر جدید امروز وارد شدن. دوستانی که الان سر کلاس قبلی بودن یک بله یا آره بزنن که ما ببینیم کیا بودن. خب خانم صالحی جدید وارد شدید، خانم احمدزاده بودین، بله، جدید، تازه وارد، بسیار خوب. حضورتون عرض کنم که ما با بررسی اتحادهای کلاس رو شروع کردیم، الانم با بررسی و نکات مربوط به کاربرد اتحاد مربع دو جمله کار رو ادامه میدیم. خب من فقط یک توضیح دوباره بدم چون دوستان جدیدی وارد کلاس شدن، جزوه دهم و یازدهم در اختیار شما قرار میگیره به محضی که خب شماره تلفن و حضورتون عرض کنم که اسامیتون رو اعلام کنید، این هماهنگ میشه که چطور براتون ارسال بشه. حالا اگه در شهر مشهد هستین چطور، و یا اگر در شهرهای دیگه هستین چطور بتونین جزوه رو دریافت کنین. یه جزوه مکمل هم تقریبا 20 روز دیگه براتون ارسال خواهد شد. اول مهر هم جزوه 12 با نگارش جدید و آپدیت جدید خدمتون ارسال خواهد شد. جزوه آمار هم آماده است، اونم آماده ارساله. این یعنی تا همین الان نزدیک 4 جزوه آماده شده که انشالله به محضی که اطلاعات شما رو داشته باشیم و با توجه به حضورتون عرض کنم وضعیت درسمون براتون ارسالش میکنم. و اینکه خب یه جزوه هم دارید نزدیک عید، هم توی گفتم تست های از شهریور تا اسفند ماه، تست هایی که تو محصات مختلف گزینه دو، گاج، کانون، سنجش، تست های خوب، تست های گلچینشون بچه ها با حل براتون برای ویژه عید طراحی شده که انشالله اون نزدیک عید دریافت میکنید. خب این از حضورتون عرض کنم این قسمت. حالا در مورد تستای 1400 من جلسه قبل صحبت کردم، حالا این جلسه رو بیشتر تصمیم دارم درس بدم، ولی باز در این مورد و اون مشکلات تستای 1400 و مشکلاتی که کلا تستای ریاضی داشت
جلسات قبل بحث کردیم، حالا بعد تو جلسات بعدی هم خواهیم گفت. قرارم نیست بچه ها کنکور 1400 یک مشابه سال 1400 باشه، به دلیل اینکه خب این سوالای سال 1400 هم از بعد حضورتون عرض کنم که محتوا خارج از کتاب بود، هم محتوای سنگین انتخاب که شده بود، و هم این که حضورتون عرض کنم تستای سال 1400 یکی دوتاش غلط بود، و یا مثلا گزینه هاش توی حضورتون عرض کنم یه تست هم داده بودن که حتی دو گزینه درست بود. بنابراین با توجه به این وضعیت قرار نیست کنکور 1401 رو ما با 1400 مقایسه کنیم. بسیار ببینید حضورتون عرض کنم ما نمیگیم آسون تر باشه، بحث آسون تر بودن نیست، بحثی که خارج از محتوا بودن بحثه. متوجه این قرار نیست کنکور ساده تر بشه، اما قرار نیست که مثل امسال خارج از محتوای کتاب درسیتون به شما تست بدن. مشکل اینجاست، بحث سادگی رو من مطرح نمی کنم. خب حالا بحث کلاس رو ببریم به اون بحث برسونیم، قطعا کار پیش نمیره. ما قراره که با این نگرش جدید، با این عنوان که کار حالا سخت‌تر هم میخواد بشه، اما این سخت‌تر بودن با محتوای کتاب متناسب باشه، خب یک امر بهتری هست و قوی تری هستش. خب جلسه قبل دوستانی که سر کلاس بودن، من تا کاربرد اعتاد مربع دو جملی فکر میکنم توی کلاس بحث کردم، دوستانی که سر کلاس بودید. امروز براتون انتخاب کردم یه بحث جدیدی رو انتخاب کردم از کاربرد حضورتون عرض کنم اتحاد مکعب دو جملی و چند تا اتحاد دیگه که توی این زمینه با هم آموزش داریم. مشکل صدا دارن؟ صدا مشکل حل شده؟ خب آره کس آره، شاید دیگه دوستانی که این پیامو دادن مشکل نت داره. خب بریم سراغ درسمون و اتحاد یک جمله مشترک. و اساسا بگیم اتحاد یک جمله مشترک کارایش برای ما توی کنکور در چه حد هست و چطور ازش استفاده میکنیم. یکی از معروف ترین اتحادها بچه‌ها اتحاد یک جمله مشترک هستش، درسته؟ اتحاد یک جمله مشترک بیشترین کاربردش تو رشته انسانی تو بخش معادله است، تو حل معادله درجه دو و تجزیه ها، که ما الان تو این بحث با هم دیگه میخوایم کاربردش رو برای شما توضیح بدیم. خب بریم سراغ این بخش. خب دوستان اتحاد یک جمله مشترک چطوریه؟ دو تا دو جمله‌ای در هم ضرب میشن که فقط در یک جمله مشترک هستن، و خب خوندنش به این سبک هست که بگیم جمله مشترک بتوانه دو مجموع دو جمله غیر مشترک ضرب در جمله مشترک و حاصل ضرب دو جمله مشترک. این میشه جواب اتحاد یک جمله مشترک. اما اساساً حضورتون عرض کنم که اتحاد یک جمله مشترک بیشتر گفتم از سمت راست به چپ شما نیاز داریم شما بلد باشین، یعنی بتونید از این ور به این ور برسید، یعنی اصطلاحاً تجزیه کنید. خب چطور این کار تجزیه رو انجام بدیم؟ من یک ترفندی برای تجزیه این مدل از سمت راست به چپ رو براتون تو کلاس همین الان آموزش میدم، خوب دقت کنید که یاد بگیرید. خب بریم سراغ این قسمت. خب ببینید دوستان، من تو یک صفحه جدید اومدم، میخوام مطلب رو براتون توضیح بدم. به عنوان مثال من میخوام اتحاد سیکس دو منهای پنج ایکس به اضافه دو رو تجزیه کنم. میخوام سیکس دو منهای پنج ایکس به اضافه دو رو تجزیه کنم. خوب دقت کنید چطور این تجزیه انجام میشه. اولا سه جمله درجه دو میبینم، نکنید یک سه جمله درجه دو دارم. خب اینجا چیکار میکنم؟
برای که بتونم اینو تجزیه کنم. اول این چیزی رو بهتون بگم، هر سه جمله درجه دوی قابلیت تجزیه رو نداره. سه جمله درجه دو اگه دلتاش منفی باشه حتما غیر قابل تجزیه است، اما این سه جمله درجه دلتاش حساب کنیم هم مثبت قابل تجزیه هست و تجزیه هم که ما انجام میدیم تجزیه باز ضرایب صحیح مد نظر هستش. خب دنبال دو تا عدد بگردید که ضربش بشه بچه ها ضرب این دو تا، یعنی ضرب ضریب x2 و عدد ثابت. ضرب این دوتا سه دوتا میشه چند تا؟ شیشتا. و جمع دو عدد بشه ضریب x بچه ها منهای پنج. یک بار دیگه میگم خدمتون، دنبال دوتا عدد بگردید که ضربش بشه ضرب ضریب x2 در عدد ثابت و جمعش بشه ضریب x. خب اون دوتا عدد رو میشه راحت گفت، اون دو عدد چیا هستن؟ خب میدونیم دیگه، دو سه تا میشه شیشتا و جمع دو و سه هم پنجه و چون جمعش منفی پنجه پس میشه نوشت منفی سه و منفی دو. خب منفی سه و منفی دو به دست اومد. حالا دو تا پرانتز، یه خط کسری بکشید دوستان، دو تا پرانتز باز کنید در صورت و در مخرج دقیقاً ضریب x2 تون رو بنویسید. دقت کنید اگر ضریب x2 یک بود نیاز نیست دیگه این مخرج، این کسر رو مخرجش رو عدد بذارید، یعنی عدد یک باید بذارید. خب ضریب x2 3، اینجا 3 میذارم. حالا چیکار کنید؟ حالا اون دو تا عددی که پیدا کردین رو داخل این دو تا پرانتز بذارید. یک عدد منهای 3 بود، یک عدد منهای 2. منهای 3 و منهای 2. میمونه بچه‌ها این جمله اول این و جمله اول پرانتز دوم. ببینید چطور این جمله به دست میاد. جمله درجه دو تون 3x2 بدون توان دو یادداشت کنید، بدون توان دو میشه 3x. پس اینجا یک 3x بذارید، اینجا هم یک 3x. حالا همه چی آماده است برای ادامه کار. میتونید این بالا از یک 3 فاکتور بگیرید، میشه 3 در x منهای 1، این برم که 3x منهای 2. بروی چی بچه ها؟ بروی 3. حالا 3 با 3 خط میخوره، آن چیزی که میمونه این عبارت میشه x منهای 1 در چی؟ در 3x منهای 2. اینو میگن تجزیه به روش و با استفاده از متد اعتاد یک جمله. میتونید تو تجزیه تمام سه جمله هایی که قابل تجزیه هستن و ضرب صحیح به ما میدن از این روش استفاده کنیم. خب دوستان همه چی کامل متوجه شدن یا دوباره توضیح بدم براتون؟ کامل متوجه شدین همه تجزیه رو؟ دوستان میگن اگر از سه فاکتور نگیریم درسته؟ ببینید اگر از سه فاکتور نگیریم با این سه مخرج ساده نمیشه، اشکالی نداره در کل، ولی به هر حال شما ممکنه تو تست به شما بگن ببینید ما به هر کدوم از این پرانتزا x منهای 1 و 3x منهای 2 میگیم عامل ضرب، عامل تجزیه. خب شما وقتی 3x منهای 3 باشه در حقیقت از 3 باید فاکتور بگیرید که بگید عاملش x منهای 1 هم میتونه باشه، ولی بهتر اینه که حتما از اون فاکتورگیری انجام بشه این مخرج از بین بره. بسیار خوب دوستان، فقط یک نفر از دوستان خواستار بودن دوباره توضیح بدم، من دوباره نگرش کار رو بهتون الگوشو میگم. ببینید یک سه جمله درجه دو باید داشته باشیم، دنبال دو تا عدد بگردید که ضربش بشه ضرب ضریب x2 با عدد ثابت 3 دو تا 6 تا و جمعش بشه منهای 5 ضریب x. خب این دو عدد منهای 3 و منهای 2 میشن، یه خط کسری میکشید، ضریب x2 تون رو تو مخرج میذارید دوستان، این 3x2 تون رو بدون توان 2 میشه 3x در پرانتز اول و دوم قرار میدید و همچنین عدد منهای 3 و منهای 2 رو. سپس از این عبارت بالا یا پرانتز اول یا پرانتز دوم یا از هر دو فاکتور میگین تا این مخرج از بین بره و ساده بشه بچه. این از این مثال این قسمت. خب بریم سراغ حضورتون عرض کنم که
یه مثال دیگه برای که شما ببینیم بهتر متوجه شدید یا نه. خب دوستان میتونن همینطور الان تو منظر که تشریف دارن اینو خودتون تجزیه کنن. اگر الان به شما بگم که خب اگر به شما بگیم که این عبارت رو تجزیه کنید، ببینید 8x2 منهای 6x منهای 5 مساوی با، اینو بچه ها تجزیهش کنیم. 8x2 منهای 6x منهای 5 رو میخواییم با همدیگه تجزیه کنیم. یا توی تست کنکور اومده که کدومی که از این عاملای ضربی اینو بگید. خب طبق نکته‌ای که بهتون گفتم، چون سه جمله درجه دو هست دنبال دو تا عدد می‌گردید که ضربش بشه 8 5 تا. ببینید این دو تا در هم ضرب بکنید، 8 5 تا میشه 40 منفی و جمعش هم بشه ضریب ایکس میشه منفی 6. بچه درسته؟ خب ضربش بشه منفی 40. چه عددی هست بچه؟ خب هم 8 5 تا 40 تا میشه، هم 14 تا، هم 2 20 تا. اما من میخوام جمع منهای 6 رو داشته باشم، درسته؟ خب آفرین، چی میشه؟ میشه منفی 10، همینطور که دوستان گفتن، و 4. نکنید جمعش منفی 6، ضربش منفی 4. حالا چیکار میکنیم؟ یه خط کسری میکشیم، قرار شد یه خط کسری بکشیم، ضریب x2 رو در مخرج بذاریم 8، دو تا پرانتز باز کنیم، دو تا عدد منهای 10 و منهای 4 رو اینجا بذاریم، منهای 10 منهای 4. و دیگه چی میمونه بچه ها؟ و اینکه 8x2 رو بدون توان دوش بنویسیم، یعنی 8x اینم 8x. حالا ببینید دوستان این ادامه ای کار، از 8x منهای 10 میشه از چی فاکتور بگیرید بچه ها؟ میتونید از 2 فاکتور بگیرید، میشه 2 در 4x منهای 5. اینجا میتونید هم از 4 فاکتور بگیرید، میشه 2x منهای 1 و مخرج هم که 8. حالا خیلی راحت دوستان میتونید نگاه کنید این 8 رو با این 4 و 2 صورت ساده کنید، تجزیه‌تون تموم میشه، میشه تجزیه میشه به 4x منهای 5 در 2x منهای. خب اینم یک مثال دیگه که امیدوارم کامل متوجه شده باشید که ما چطور یک سه جمله درجه دو رو انجام میدیم. خب دوستان اولین سوالی که پرسیدین اینه که این 4 نباید منفی باشه، درسته؟ خب حالا من اینجا فقط یه چیزی بهتون بگم، اینجا منفی 10 گذاشتم، اینجا مثبت 4، درست میفهمید؟ اینجا این مثبت 4 باید بذارم، اینجا مثبت 1 میشه و اینجا مثبت 1. بله کاملا درست وقت با شماست. خب همه این کامل این متوجه شدید؟ پس یک بار دیگه فقط خیلی سریع میگم، دنبال دو تا عدد میگردیم، ضربش بشه منهای 40، جمعش بشه منهای 6 میشه منهای 10 و مثبت 4. یک خط کسری میکشم، دو تا پرانتز تو صورت میذارم، منهای 10 و مثبت 4 رو میذارم بچه ها، جمله درجه دومو بدون توان دو یادداشت میکنم، 8x 8x، و بعد از بالا از 8x منهای 10 از 2 فاکتور میگیرم، این 8x به اضافه 4 از 4 که این 2 و 4 8 بشه و با 8 مخرج ساده بشه و نهایتاً تجزیه کامل بشه. خب اینم یه نوع تجزیه. بچه ببینید من تجزیه خیلی محدود به شما یاد میدم، ولی برای تستای تجزیه که تو کنکور اومد علاوه بر این روش های روش عددگذاری هم بهتون یاد میدیم، خیلی جالبه و میتونید تستا رو خیلی راحت تر حل کنید. میشه گفت بیشتر وقتی سراغ روش عددگذاری برید بچه ها که شما با این متدایی که میگم نتونید تجزیه کنید، یعنی تجزیه سه جمله این نباشه یا یه عبارتی باشه تجزیهش براتون سخت باشه. خب این هم یه مثال و یک نکته از این قسمت که براتون توضیح دادیم. بریم سراغ ادامه درسمون و جزوه‌مون بچه ها. خب پس این از اتحاد یک جمله مشترک. خب یه مفهومی دیگر هم بهتون میگم که بریم سراغ اتحاد بعدی که اتحاد مزدوج باشه. اون مفهوم چیه؟ یادتون باشه تو اتحادها فقط دو تا اتحاد هستن که حاصلشون سه جمله است، یکی اتحاده
مربع دو جمله ای، یک اتحاد یک جمله مشترک شامل چند تا جمله هستن؟ سه جمله. این نکته که اینجا میبینید برای این نکته یادداشت شده و گفته شده اینجا. خب حالا حضورتون عرض کنیم بریم سراغ اتحاد بعدی، اتحاد مزدوج هستش. خب اول من یک سوال بپرسم، چرا بهش گفتن اتحاد مزدوج؟ چرا؟ دلیلش اینه که دو تا دو جمله در هم ضرب میشن که مزدوج همن. مفهوم مزدوج رو حتما دیگه همتون میدونید دوستان. ما میگیم آقا 2x مثلا به اضافه 3y رو مزدوجش رو بگید، مزدوج 2x به اضافه 3y بچه‌ها میشه 2x منهای 3y. دقت کنید مفهوم مزدوج به معنا و مفهوم قرینه نیست. وقتی می قرینه کنید همه جملات رو باید در یک منفی ضرب کنید، درسته؟ وقتی میگه مزدوج فقط باید بچه ها علامت وسطت رو عوض کنید. الان 2x منهای 3y مزدوجش میشه 2x به اضافه 3y، باز 2x به اضافه 3y مزدوجش میشه چی؟ 2x منهای 3y. اوکیه؟ خب حالا اگر دو تا دو جمله ای که مزدوج هم هستن در هم ضرب بشن، یه اتحاد میشه به نام اتحاد مزدوج و جوابش میشه جمله اول به توان دو منهای جمله دوم به توان. یه اتحاد بسیار پرکاربرد که حتی تو تست کنکور امسال سال 1400 هم از این نکته استفاده شد بچه ها. خب اتحاد مزدوج بیشتر بچه ها ما جنبه تجزیهش رو تو کنکور لازم داریم، یعنی از سمت راست به چپ فرمول رو باید یاد بگیریم و بلد باشیم. بذارید یک مثال حل کنم تا ببینید چطور از اتحاد مزدوج ما تو تجزیه استفاده میکنیم. به این مثال دقت کنید بچه‌ها. خب به این مثال اول مثال خیلی ساده میزنم، مثلا براتون 2x به اضافه 1 در 2x منهای 1 در 4x2 به علاوه 1. حاصل ضرب این سه پرانتز چی میشه بچه‌ها؟ خوب دقت کنید، دو تا پرانتز اول با هم چه اتحادی میسازن؟ اتحاد مزدوج. قبول دارید؟ مورد تاییدتون هست؟ 2x به اضافه 1 در 2x منهای اتحاد چی میسازن؟ اتحاد مزدوج. خب جوابش چی میشه؟ میشه جمله اول به توان 2 4x2 منهای جمله دوم به توان 2. خب 1 به توان 2 میشه 1، میشه 4x2 منهای 1. قبوله؟ حالا این 4x2 منهای 1 با این 4x2 به علاوه 1 که از بالا مونده دوباره تشکیل اتحاد مزدوج میدن و جواب چی میشه؟ میشه 16x4 منهای 1. خب این استفاده مستقیم از اتحاد مزدوج بود و به نتیجه رسیدیم. اما اگر بخوایم از 16x4 منهای 1 به سمت چپ برسیم، دقیقا مراحل رو باید برعکس بریم. نگاه بکنید دوستان، شما برای که بتونید از اتحاد مزدوج تو تجزیه استفاده کنید، درسته؟ خب یک با یک خط بخوره، کجا یک با یک خط بخوره بچه ها؟ متوجه منظورتون نشدم. یا کنید این دوتا با هم اتحاد مزدوج ساختن، جمله مشترکشون شون 4x2 به توان 2 میشه 16x4 و یک به توان 2 هم که یک منفی هم که منفی فرموله، درسته؟ نه فقط 16 که نمیمونه. ببینید اتحاد مزدوج اینو میگه، میگه آی منهای ب در آی ب علاوه ب مساویست با آدو منهای ب دو، درست شد؟ خب پس این 4x2 منهای در 4x2 علاوه 1 اتحاد مزدوج میشه جمله اول به توان 2 4x2 میشه 16x4 و یک به توان دو هم که میشه 1، درست شد؟ این به این خاطر هست که بچه ها از این اتحاد استفاده. حالا برعکس داستان، یعنی اگه بخوایم از 16x4 منهای برسیم به پرانتز بالا، مثلا تست کنکور دادن کدام یکی از عامل ها در تجزیه 16x4 منهای وجود داره یا کدوم وجود نداره، چه کار کنید بچه ها؟ شما کافیست بیاین تو این مسئله، حضورتون عرض کنم که برعکس کار رو بریم.
برای اینکه بتونید از اتحاد مزدوج تو تجزیه استفاده کنید دو تا نکته لازم داریم. نکته اول، حتما باید دو جمله ای داشته باشیم که در حالت توازل باشه، یعنی اگر همینجا بشه 16x4 به اضافه یک دیگه نمیشه تجزیهش کرد، و دومی که هر دو جمله رو به مجذور یا مربع کامل باشه. درسته؟ درسته. خب این از این ور به این ور هم میتونید برسید، یعنی 16x4 منهای 1 رو شما میتونید تجزیه کنید و برسونید به بالا. خب این در ادامه تو بخش تجزیه ها ما به شما میگیم چطور بدون تجزیه به این مسئله برسید. درسته. خب این مطالب رو دوستان میگن که مطالب سخت‌تر رو کار کنیم. این مطالب مطالب بیس کارمونه. اگر من مطمئن باشم که مطالب رو شما کامل بلد هستین از این قسمت، خب میتونیم کار رو برگردونیم روی مباحث قوی‌تر داستانم پیش بریم. خب این از این قسمت و تجزیه این عبارت. خب تا اینجا سوالی نیستش بچه ها؟ تجزیه 16x4 منهای 1 رو همه بلدید برسونید به سمت بالا؟ بسیار خوب. برگردیم رو قسمت درس. خب بعد از این بچه ها خوب دقت کنید دوستان، بعد از این قسمت خب یه اتحاد دیگه هم داریم بچه ها، اسمش رو میذاریم اتحاد مربع سه جمله ای. اتحاد مربع سه جمله ای بچه ها ببینید کاربردش چیه. اتحاد مربع سه جمله ای مثل اتحاد مربع دو جمله ای ساخته میشه. میگید جمله اول به تمام دو، جمله دوم به تمام دو، دو برابر جمله اول در دوم. اینجا هم همینه، جمله اول به تمام دو، جمله دوم به تمام دو، جمله سوم به تمام دو، در ادامه دو برابر جمله اول در دوم، دو برابر جمله اول در سوم و دو برابر جمله دوم در سوم. البته این اتحاد خیلی اتحاد پرکاربردی نیست. بریم سراغ یک اتحاد خوب و مهم، اتحاد مکعب دو جمله بچه. بریم سراغ این اتحاد ببینیم این اتحاد چه داستانی داره. ببینید دوستان، خب اتحاد مکعب دو جمله این تو جزوه‌تون هست، من دیگه تو صفحه سفید رنگی که میام به خاطر که دیگه اینجا شلوغ نشه، چطور این اتحاد مکعب دو جمله ای رو حفظ کنیم به طوری که دردسری نداشته باشیم و راحت به ذهنمونم بیاد. ببینید دوستان، ببینید چی کار میکنیم. اتحاد مکعب دو جمله این طوریه بچه. برای که اتحاد مکعب دو جمله بسازین، بیاین اتحاد مربع دو جمله رو بگید. آی به اضافه ب به توان دو چی میشه؟ میشه آ دو ب دو چنابه دو آ ب. درسته؟ همه تون اتحاد رو بلدی. حالا ببینید چطور از روی اتحاد مربع دو جمله ای من اتحاد مکعب دو جمله ای رو بهتون یاد میدم. ببینید چطور یاد میگیریم. کافیه تو فرمول بالا هر جا دوی سه بذارید، تو فرمول بالا هر جا دو میبینید سه بذارید، و در ضمن اگر ضرب دو تا جمله داشتید مثل آبه، بیاین چیکار کنید بچه ها؟ بیاین در یک مجموع ضرب کنید. خب حالا این کار رو بکنیم چی میشه؟ میشه آسه نکنید، هر جا دوی سه میذارم به اضافه ب سه، به اضافه به جای دو سه میذارم سه تا آبه، چون ضرب دو تا جمله است در یک مجموع ضرب میکنم. این میشه اتحاد مکعب دو جمله. خیلی راحت دیگه میتونید از رو مربع اتحاد مکعب رو بسازید. خب حالت تفاضلش چیه؟ یعنی آمن های به توان سه چی میشه؟ کافی باز تو فرمول بالایی به جای هر جا مثبته منفی بذارید، پس میشه آسه منهای ب سه منهای سه آبه در چی؟ آیه منهای ب. این اتحاد مکعب دو جمله خیلی هم تو کنکور کارایی داره بچه ها براتون. یک سوال پیش میاد میگید که آقا ما تو اتحادی که به ما مکعب دو جمله یاد دادن اینجوری داد دادن، گفتن جمله اول به توان سه، سه برابر مربع اولی در دومی به اضافه سه برابر اولی در مربع دومی و آخرم جمله دوم به توان سه. اما چیزی که شما نوشتید یه چیز دیگه است. در حقیقت همون فرموله بچه ها، ببینید فقط حفظ کردنش راحت تر میشه، به دلیل اینکه اگه شما سه آبه رو داخل پرانتز ضرب کنید همون سه آدوبه رو براتون تولید میکنه، سه آبه رو در به ضرب کنید سه آبه دو رو براتون تولید میکنه. پس این با فرمول کتاب فرقی نداره، تفاوتش اینه که فقط کار رو ساده تر میکنه. درسته؟ پس تکنیکش چیه بچه‌ها؟ ببینید اینا تکنیکاست که شما اگه نمی‌خواید فرمول رو حفظ کنید بتونید خودتون فرمول رو بسازید. این یک تکنیکه. پرسیدید چرا در آب
آی به اضافه برزن میکنم یک تکنیکه که بتونیم از روی اتحاد مربع دو جملی اتحاد مکعب رو بسازیم. پس با هم تکرار میکنیم چطور از روی اتحاد مربع دو جملی اتحاد مکعب رو بسازیم. درسته؟ میایم، خوب دقت کنید، هر جا دوی سه میذاریم نکته اول، بعد در ضرب دو تا جمله یک مجموع ضرب میکنیم. دوستان پرسیدن که آ رو منفی نمی کنیم. ببینید بچه ها داستان اینه، شما تو فرمول بالا، درسته؟ اینجا بچه‌ها این منفی نیست، دیگه اشتباه تایپی اینجاست. ببینید تو فرمول بالا هر جا مثبت می‌بینید منفی بذارید و هر جا منفی دیدید مثبت. پس این علامت پشت آر عوض نمی‌کنم، هر جا علامت دیدم علامت رو عوض می‌کنم. خب همه این تکنیک قشنگ رو یاد گرفتن، چطور از روی اتحاد مکعب دو جمله‌ای، از روی مربع دو جمله‌ای اتحاد مکعب رو بسازیم؟ همه چی اوکیه؟ بذارید می‌خوام سر وقت تست خفن بریم ها. اینا همه متوجه شدن؟ یه تایید بزنید ببینم چطوریه اوضاع. همه کامل فهمیدن چطور اتحاد مربع دو جمله ای رو بدن اتحاد مکعب رو بسازیم؟ بسیار عالی. خب حالا میگی خب این چه تو کنکور چه به درد میخوره؟ بچه ها میخوام الان بهتون بگم چه نکته جالبی رو میشه با این تست ساخت و بعد چی؟ یه تست کنکور خیلی سخت رو باهاش حل کنیم. دوستانی که منتظر تست کنکور بودین الان وقتشه. خوب ببینید این مطلبم، پس من اینو یادداشت نکردین هم اشکال نداره، توی جزوهتون کامل اومده، اما خب این تکنیکی که چطور میسازیم و ترفندهایی که من به شما یاد میدم که شما بتونید اتحادا رو بهتر تو ذهنتون بسپارید. خب اینم از این اتحاد بچه‌ها، این فرمول نوشته شده. بریم سراغ کاربرد خفن این داستان. معمولا خود اتحاد مکعب دو جمله خیلی کم تو تستا میدن که حاصلشو بخوایم بدن، اگرم دادن که بهتون نکتهشو گفتم چطور حساب کنید، درسته؟ اما بیشتر بچه‌ها نتیجه اتحاد مکعب دو جمله‌ای به دردمون میخوره که این فرمول باشه. فرمول صفحه چند جزوتون؟ به حضورتون عرض کنم که صفحه 6 جزوتون هستش که حالا جزوه دستتون میرسه. این فرمول خیلی به دردتون میخوره و دقیقا تست کنکورم این پایین میبینید. خب من این فرمولم شبیه سازیشو بهتون یاد بدم، بعد بریم سراغ انشالله اون تست کنکور. خب ببینید بچه‌ها، خب ببینید دوستان حواستون اینجا، من باز دوباره از جلسه قبل میگم، مثلا اگه دوستانی که جلسه قبل نبودن این جلسه رو خوب پیگیری کنن که مطلب دیگه تکرار نمیشه. ببینید ما جلسه قبل به شما یک فرمولی گفتیم، گفتیم آ دو به علاوه ب دو مجموع مربعات، فرمولش چیه؟ میشه آی به اضافه ب به توان دو منهای دو برابر حاصل ضرب. دوباره میگم جلسه قبل ما گفتیم که مجموع مربعات مساوی است با آی به اضافه ب به توان دو منهای دو برابر حاصل ضرب. حالا ببینید این فرمول رو میخوایم برای آ سه به علاوه ب سه بسازیم. شما الان دیگه حرفه‌ای شدین، اگه قرار باشه از روی آ دو به دو آ سه به سه رو بسازیم، چه انتظاری دارید بچه ها؟ هر جا دوی سه بذارید در ضرب بشه مجموع ضرب کنید. خب بچه ها من همین کار میکنم. ببینید مساوی با آی به اضافه به خودش، به جای توان دو چند میذارم بچه ها؟ سه میذارم. من های اینجا به جای دو سه میذارم، آزرب در به هم خودش، قرار شد هر جا ضرب دیدم یه مجموع ضرب کنم. تمام. این فرمول به درد بخور شما توی کنکور هست، بهش میگن فرمول مجموع مکعبات. دقت کنید برای مجموع مکعبات دو تا فرمولی، یکی تعداد چاق و لاغره، یکی اینه. کی از اون استفاده کنید؟ کی از این؟ وقتی مقدار مجموع و حاصل ضرب رو بدن، بهتره که از این فرمول رو بریم. درست شد؟ پس بچه ها چطور از رو آ دو بلاوی به دو آ سه بلاوی به سه رو ساختم؟ هر جا دو بود سه گذاشتم، در ضرب یه مجموع ضرب کرد. حالا بچه اگر همینجا به من بگه آ سه منهای ب سه رو بگو، شما دیگه حرفه‌ای شدین. چی باید بذارم؟ هر جا مثبت منفی و هر جا منفی مثبت بذارید. پس چی میشه؟ میشه آ منهای ب به توان سه، به جای منفی مثبت میذاریم، سه برابر حاصل ضرب و به جای آی به اضافه ب آ منهای ب میذاریم. خب این فرم دو تا فرمول هم بچه ها کامل قشنگ متوجه شدید که بریم سراغ تست کنکور این قسمت. همه چی اوکیه؟
آسب لابسه و آسمن های برسه. خب این فرمولا رو بچه ها کجا ازش استفاده کنیم؟ دوباره میگم از این دوتا فرمول دوستان، این دوتا فرمولی که اینجا میبینید، این فرمول شماره یک و فرمول شماره دو، این فرمولا وقتی استفاده کنید که مجموع رو به شما بدن، حاصل ضرب رو بدن و شما چی بخوان؟ مجموع مکعبات رو بخوان. بریم سراغ خب حالا این داستان مربوط به این تست ها. خب این بچه ها نیاز نیست بنویسید، اینجا فرمولاشو من تو جزوه گذاشتم. بریم سراغ حضورتون عرض کنم که تست شماره چند بچه ها؟ یکی این داستان. این تست رو بیاییم با هم حل کنیم. حلش هم براتون کامل اینجا براتون گذاشتم و توضیح هم میدم. سوال چی گفته؟ گفته اگر x به اضافه 1 xم 4 باشه، x به اضافه 1 xم 4 باشه، حاصل x3 به اضافه 1 رو x3 کدامی که از این گزینه ها میشه؟ خب بچه ها چی رو داده، چی رو خواسته؟ با هم دیگه یک مروری بکنیم. چی رو خواسته بچه ها؟ ببینید آ رو به ما داده که x باشه، یه x رو هم به ب بگیرید، ب رو هم به ما داده، یعنی مجموع رو به ما داده. چی رو میخواد؟ آ سه، درسته؟ و یک روی x سه هم چیه؟ ب سه. پس آ سه به علاوه ب سه رو میخواد، درسته؟ خب حالا که آ سه به علاوه ب سه رو میخواد، شروع کنیم به حل این داستان. خوب نگاه کنیم، طبق فرمولی که داشتیم اینجا براتون نوشتم، من اینو میام تک صفحه دیگه براتون حل میکنم که بهتر ببینید. ببینید دوستان، گفته بود که x بذارید با رنگ مشکی هم بنویسم که بهتر دیده بشه براتون. x به اضافه یک xم گفته بود چنده بچه ها؟ سه. بعد گفته حاصل x3 به علاوه 1 روی x3 چی میشه دوستان؟ خب بهش میگیم مجموعه، درسته؟ گفته 4، ببخشید میگن گفتن 4، x به اضافه x تو صورت سوال میگن 4 بوده. بله حق با شماست. بیم اینجا، خب x به اضافه x 4، x3 به اضافه 1 روی x3 چند میشه؟ خوب نگاه کنید به این داستان، خوب حواسا همه اینجا باشه. من آسه به علاوه b3 فرمولش چی بود؟ الان با هم کار کردیم. آسه به علاوه b3 فرمولش این بود، مجموع، به فارسیوار هم خواستید یاد بگید اینجوری بگید، بگید i به اضافه b مجموع به توان 3 منهای 3 برابر حاصل ضرب در مجموع. خب حالا جایگزین کنیم، به جای آ بچه ها ایکس بگیرید، به جای ب یک ایکس هم بذارید. خب چی میشه؟ میشه میشه ایکس سه به اضافه یک به روی ایکس سه مساوی است با مجموع، یعنی x به اضافه x. این که بچه ها براتون میمیسم فرمولو جایگزین میکنم بخاطر بهتر بفهمید، میتونید اینا رو ذهنی انجام بدید دیگه به اینجا نرسونید. خب مجموع به توان 3 منهای، دقت کنید، 3 برابر a، آمون چیه؟ x، ضرب در b، بمون چیه؟ 1 x همه. در چی؟ در x به اضافه 1 x هم بچه. خب حالا فقط کافیه که من جایگذاری عددی کنم. چطور؟ به جای x به اضافه x هم بذارم 4. خب 4 به توان 3 میشه 64 دوستان. منهای این x رو با x خط میزنم، 3 میمونه، ضرب در این x به اضافه x هم باز دوباره 4 میذارم، میشه 4. خب جواب چی میشه؟
64 منهای 12 میشه، جواب میشه 52. درسته؟ پس اگر بتونیم تشخیص بدیم اتحادو، این که بچه این فرمول بود و جایگذاری کنیم، خیلی راحت میتونیم بدون محاسبه x مجموع مکعبات رو دو جمله، یعنی x3 به اضافه y x3 رو حساب کنیم. خب همه کامل متوجه شدیم؟ اوکیه برای همه؟ بسیار خوب. پس من با فرمول مجموع مکعبات یه تست کنکور براتون حل کردم. بریم یه تست با فریم سخت‌تر حل کنیم دوستان. خوب دقت کنید. قرار شد مرحله به مرحله سختش کنیم. حالا بیایم مثل کنکور 1400ش کنیم. یعنی تست رو یک فریم پر محاسبه تر کنیم. برگردیم بریم روی کنکور 1400. خب این سوال شبیه سازیشو ببینید. این سوال. حلش هم براتون گذاشتم. باز تو صفحه بعد حلش رو براتون می‌نویسم. ببینید x به اضافه y 3 شده، x2 به علاوه y2 7 شده و گفته x3 به علاوه y3 چی میشه. خب ببینیم چه مشکل داریم، چی نداریم، چی کم داریم. همیشه وقتی x3 به علاوه y3 بدن، مجموع رو بدن به ما، حاصل ضرب هم باید به ما بدن. درسته؟ خب مشکل اینجاست که ما الان حاصل ضرب رو نداریم، ولی به جاش چی داده؟ x2 به اضافه y2 داده. بریم با هم تو صفحه بعد باز این حل مسئله رو انجام بدیم. گزینه‌هاش هم نکنید 15 12 18 و 24. تو یک صفحه سفید رنگ دیگه من اینو براتون کامل حل میکنم. یادمون باشه x به اضافه y3، x2 به اضافه y2 7. خب x ببینید x به اضافه y 3 هست، x2 به اضافه y2 7 بچه ها، و از من چی رو میخواد؟ x3 به علاوه y3 رو میخواد. خب x به علاوه y3 رو ما الان فرمولش با هم حفظیم. چی بود؟ مجموع مکعبات رو بخواد، میشه مجموع به توان 3 منهای 3 برابر حاصل ضرب در مجموع بچه. خب نگاه میکنم چی دارم چی ندارم. x به اضافه y رو که دارم، 3 بله کاملا درسته اینجاست، اما چی رو ندارم؟ x ضرب در y رو ندارم بچه. خب باید x ضرب در y رو به دست بیارم. به جاش چی داده به من؟ x2 به علاوه y2 داده. تا x2 به علاوه y2 رو ببینم یاد چه فرمی میفتم؟ فرمول a دو به علاوه b دو مساوی با i به اضافه b به توان 2 منهای 2 ab. پس از اون فرمول میرم. پس نگاه کنید دوستان، x2 به علاوه y2 میشه نوشت مساوی است با x به اضافه y به توان 2 منهای 2 x y. دوستان به جای x2 به علاوه y2 چند میذارم بچه ها؟ 7 میذارم. به جای x به اضافه y 3 میذارم که 3 به توان 2 میشه 9 منهای 2 x y بچه. خب مثل یک معادله حلش میکنم. 9 میره سمت چپ میشه منفی 9، با مثبت 7 میشه منفی 2، منفی 2 با مساوی با منفی 2 x y میشه، xy میشه چند بچه ها؟ 1. خب اون چیزی که میخواستم خوشبختانه به دست اومد که حاصل ضربیه، که حالا میرم تو بالا، تو رابطه بالا جایگزین میکنم. ببینید x به علاوه y 3 مساوی است با x به اضافه y. خب x به اضافه y چند بود؟ 3 بود. خب 3 به توان 3 27 منهای 3. x ضرب در y چنده بچه ها؟ x ضرب در y منم که خب اینجا 1ه، پس ضرب در 1 ضرب در x به اضافه y. x به اضافه y چنده؟ باز 3. خب حالا حاصل رو ساده کنید، 27 منهای 9 میشه
و میشه 18 و اگه یادتون باشه گزینه 3 بود که 18 بود و تمام مسئله این قسمت تموم میشه. اینجا بچه ها این قلمش مقدار ایراد پیدا کرده، من با جواب اینجا براتون می‌نویسم 18. خب اینو کامل همه متوجه شدید دوستان، فرمول و نکته بس همه اوکی بود، یعنی در حقیقت دو بار فرمول استفاده کردیم. دیدید تست مقدار سخت‌تر شد درسته، اما به راحتی با همین دو تا نکته مجموع مکعبات و مجموع مربعات حل شد. خب دوستان همه تایید بفرمایید، دوستانی که متوجه شدین، کسی هست نیاز باشه دوباره توضیح بدیم؟ بسیار عالی. خب این توضیحات مربوط به این تست. برگردیم دوستان سراغ درس خودم. ادامه درس، یه تست جالب تر داریم، یه تست باز یه مرحله حرفه‌ای تر، ترکیبم بشه با رادیکالا، یعنی بیایم باز خیلی حرفه‌ای تر این داستان رو به کار ببریم. این سوال هست، اینو به عنوان تمرین میذارم براتون، انشالله تو جلسه بعد با همدیگه حل میکنیم، شما هم روش فکر کنید. ببینید پاسخشم البته اینجا هست توی کانال ریاضی که عضو بشین، تا وقتی که جزوه بخواد دستتون برسه بچه ها، این 20 صفحه اول جزوه رو فایل پی دی اف شو من تو کانال ریاضی گذاشتم، میتونید خیلی راحت برید این 20 صفحه اول رو ازش استفاده کنید. این برای اینه که اگر دیدید دیرتر جزوه رسید راحت بتونید تو کانال قرار بگیرید. حالا کانالم خدمتتون گفتم، شماره تلفناتون رو ارسال کردید، شماره تلفنا که ارسال شده میتونید بعد به راحتی چیکار کنید، ما تو همون بر اساس شماره تلفن شما رو تو اون کانال میگیم عضو کنن. خب یک بحث بعدی رو بریم که اتحاد چاق و لاغره و کاربرد اتحاد چاق و لاغره رو با هم دیگه چک کنیم بچه. خب تا اینجا اگر دوستان موردی رو سوالی دارن که حالت استراحت دو سه دقیقه هم بشه براتون بفرمایید، وگرنه جلسه رو ادامه بدیم. انشالله کلاساتون از چند هفته که دو هفته آینده بچه ها حالت دو جلسه در هفته میشه، یا دو جلسه پشت سر هم تو یک روزه، یا دو جلسه میشه، حالا بهتون اطلاع رسانی میشه که بتونیم کار رو هی قوی تر و حضورتون عرض کنم که بهتر پیش ببریم. بریم سراغ مبحث بعدی. خب ادامه میدیم. اتحاد چاق و لاغر، بیشترین کاربرد اتحاد چاق و لاغر تو بحث تجزیه است بچه‌ها، بیشترین کاربرد اتحاد چاق و لاغر تو بحث تجزیه است. بریم ببینیم چه کاربردهایی داره و چه تستو چطوری ازش میاد و انتظار چی داریم. خوب نگاه کنین قسمت ها رو میگم، ولی سریعتر میگم چون بحث اتحاد رو اگر بلد باشین. بریم سراغ قسمت های حرفه‌ای تر. خب دوستان ببینید اتحاد چاق و لاغر چطوری ساخته میشه. همینطور که توی جزوه میبینید اتحاد چاق و لاغر شامل ضرب یک دو جمله ای در یک درسته سه جمله. دوستان میگن اتحاد چاق و لاغر رو بذاریم جز حذویات، با توجه به این که بچه ها مخصوصا کنکور امسال که یکم خارج از محتوا بیشتر از حد بود، بعضی از اتحاد رو اصلا حذف نکنید بچه ها، اصلا و ابدا دنبال حذف نباشین. با دونستن یک اتحاد مشکلی پیش نمیاد، ولی اگه تو تست کنکور یک کارایی از اون بیاد خیال من و شما راحته که کار کردیم و دیگه نگران این موضوع نیستیم که حذف شده یا نیست. ولی یادتون باشه اتحادا به طور کامل شما باید بلد باشین. خب بگذاریم، یک دو جمله ای بچه ها مثل آ به اضافه به یا آ منهای اگه در یک سه جمله ای ضرب بشه، که این سه جمله ای چه چیزایی داشته باشه؟ مربع جمله اول رو داشته باشه،
یعنی آدو. حاصل ضرب دو جمله رو داشته باشه با علامت منفی یعنی آبه، و مربع جمله دوم رو داشته باشه که بهش میگیم قسمت چاق داستان. اینجا قسمت چاق هست، اینجا هم قسمت لاغر هست. اون وقت اتحاد چاق و لاغر میگه حاصل ضرب این دو جمله در این سه جمله میشه جمله اول به توان سه به اضافه جمله دوم به توان سه. تو حالت آمن های به با آی به اضافه به، فقط تنها فرقی که داره اینه که این حاصل ضرب دو جمله علامتش مثبته، یعنی میشه آدو، آبه و بدو. تو 90% تستای کنکور تستای ریاضی بچه ها تو کنکور، اونم تو رشته انسانی ببیشه، اگه دیدید یک دو جمله ای در یک سه جمله ای ضرب شد، بیشترین حدس و گمانتون این باشه که میخوایم از چه اتحاد استفاده کنیم؟ از اتحاد چاق و لاغر استفاده کنیم. و حتما چاق رو چک کنید، یعنی باید مربع جمله اول حاصل ضرب دو جمله و مربع جمله دوم تو جمله چند جمله چاقمون موجود باشه. بیشترین کاربرد اتحاد چاق و لاغر کجاست؟ در بحث تجزیه است که حالا تستای کنکورش هم با هم می‌زنیم. خب این که از اتحاد چاق و لاغر، خود محتوای اتحاد چاق و لاغر چی میشه که تو این مسئله روش پایینی هم میشه آسه منهای بسه که توی جزوهتون این فرمول رو دادیم بهتون. خب دوستان بریم با هم سراغ قسمت بعد. اولین تست ساده‌ای که تو این قسمت دارید اینه، بعد بریم تست حرفه‌ایش هم که هست براتون حل کنیم که من بیشتر بچه ها اتحاد چاق و لاغر رو آموزش میدم که از روش اتحاد جالبی بسازیم که خیلی هم تو تستا دیده شده. خب بریم این سوال ساده حل کنیم. این سوال گفته که حاصل عبارت دو آمن هایی در چار آدو به اضافه دو آب اضافه وقتی آر رادیکال دو به فرجه سه باشه کدوم گزینه است؟ درسته؟ من این یک صفحه دیگه براتون می‌نویسم که بهتر حلش رو ببینید. گفته دو آ منهای یک در چهار آدو به اضافه دو آ به علاوه یک حاصلش چی میشه؟ اگر به جای آ بذاریم رادیکال دو به فرجه سه مجموع. خب دوستان یه دو جمله در یک سه جمله، همه چک کنید اتحاد چاق و لاغر هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ نظرتون چیه؟ اتحاد چاق و لاغر میتونه باشه یا خیر؟ بله، این دو جمله در سه جمله مربع جمله اول هست، حاصل ضرب دو جمله هم دارم، مربع جمله هم دارم. پس طبق نکته اتحاد چاق و لاغر پس میشه جواب جمله اول به توان سه منهای جمله دوم به توان سه. خب یک به هر توانی هم که یک. خب حالا قراره به جای آ رادیکال دو بذارم، پس میشه 8 رادیکال دو به فرجه سه به توان سه منهای یک. خب مید در توان و رادیکال، توان با فرجه یکی اصطلاحاً خط میخوره دیگه، میشه چند بچه ها جواب این مسئله میشه تا اینجا دو، 8 × 16 منهای یک میشه 15. درسته؟ خب خیلی خود اتحاد چاق و لاغر اتحاد سختی نیست بچه ها، فقط کافیه که اون چک کنیم که اون سه جمله ایمون دقیقاً جملات مورد نظر چاقمون هست یا نه. ببینید بچه ها رادیکال دو به فرجه سه به توان سه برسه. ببینید انشاءالله تو بحث رادیکال ها بهتون آموزش میدیم که این یک تست ترکیبیه دیگه، انگار از بحث رادیکال ها مورده. خب ببینید توی بحث رادیکال ها بهتون میگیم که اگه توانتون با فرجه رادیکالتون یکی باشه میتونید این توان رو با فرجه و رادیکال خط بزنید، پاسخ میشه چند؟ دو. این دلیلش. درست شد؟ حالا خود بحث رادیکال ها اینجا من بحث نمی کنم، میذارم تو بخش رادیکال ها براتون توضیح میدم. بریم سراغ اون کاربرد مهمی که از اتحاد چاق و لاغر من میخوام شما بلد باشید، خیلی هم تو تستا دیده شده، به عنوان مطلب دیگه این قسمت با هم بحثش کنیم و دیگه این جلسه بچه ها بحث اتحاد ها کلن جمع میشه، میریم وارد بحث های حرفه‌ای تر این ماجرا میشیم.
خب یه اتحاد یه تست اینجا براتون گذاشتم که بچه ها اینم به عنوان تمرین هستش تو فایل صفحه 7 حتما اینو حلش هم گذاشتم براتون نگاه کنید اگر توضیح لازم داشت حتما بپرسید. اما اون اتحادی که من میخوام شما به عنوان آخرین اتحاد امروز و کلا آخرین اتحاد مبحث اتحادا یاد بگیرید اتحاد معروف دوچاق هست. حالا من اسمشو گذاشتم دوچاق، اسمای دیگه هم داره. اما اتحاد دوچاق چطوریه؟ اصطلاحاً اون دو تا جمله سه جمله ای های اتحادای چاق و لاغر، درسته؟ اون دو تا چاق ها رو میام در هم ضرب میکنم. خب ببینید اینجا براتون اتحادشو نوشتیم، حالا توضیحاتشو بگیم. باز من تو یک صفحه دیگه بنویسم اینو و بعد توضیحاتشو کامل کنم. ببینید اتحاد دو تا چاق یعنی قسمت های چاق اتحاد چاق و لاغر رو در هم ضرب کنیم. چی بود؟ یه جمله آ دو بود اگه یادتون باشه، یه منهای آ ب بود، یه ب دو. این ور چیه؟ آ دو، آ ب و ب دو، دوستان، درسته؟ یعنی یک سه جمله ای در یک سه جمله ای، دقیقا سه جمله های چاق رو در هم ضرب کنیم چی میشه بچه ها؟ خوب نگاه کنیم. خب اگر شما بخواین اول چک کنید که تحت چه شرایطی از اتحاد دو چاق باید استفاده کنید، این شرایط رو براتون میگم. اولا باید دو تا سه جمله ای در هم ضرب بشن که از نظر جمله با هم یکسان باشن. نگاه کنید آ دو داره، اینجا ما آ دو داره، اینجا آ ب داره، اینجا ما آ ب داره، اینجا ب دو داره، اینجا هم ب دو داره. فقط در علامت آ بشون علامتشون فرق کنه، یکی منفی باشه یکی مثبت. خب شرط دوم چیه بچه ها؟ شرط دوم اینه که در هر کدوم از این سه جمله یا خوب دقت کنید، در هر کدوم از این سه جمله هایی که میبینید اگر از دو جمله جذر بگیریم، الان نگاه کنیم، من میام از آ دو جذر میگیرم میشه آ، از ب دو هم جذر میگیرم میشه ب. اگر از دو تا جمله جذر بگیرید، حاصل ضرب این جذرها باید اون جمله بعدیتون باشه. ببینید آ ضرب در ب، اینجا باید ببینید اگر اینطور اتفاقی افتاد پس حتما اتحاد دو چاقه. حالا اتحاد دو چاق میگه چیکار کن؟ میگه نمیخواد این سه جمله رو در این سجوری یک ساعت بری ضرب کنی، بنویس جمله اول به توان دو میشه چند؟ آ چهار. جمله دوم به توان دو میشه آ دو ب دو، و جمله سوم به توان دو میشه ب چهار. این خیلی کار شما رو راحت میکنه. ببینید به عنوان مثال یه مثال میسم براتون، میسم x2 منهای 2x به اضافه 4 در x2 به اضافه 2x به اضافه 4. سوال من اینه بچه، خب دوستانی که هستین الان این اتحاد دو چاق هست یا نیست؟ نظرتون چیه؟ سریع نظرتون اعلام کنین. آیا این اتحاد دو چاق میتونه باشه یا خیر؟ هست؟ بله. سه تا جمله داریم، هر سه جملاتشون این همه. دیگه چی داریم؟ جذر x2 جذر 4 بگیریم میشه 2x. خب الان جوابش چی میشه؟ پس میشه اولی به توان 2 x 4، دومی به توان 2 میشه 4 x 2، و سومی به توان 2 که میشه چند؟ 16. ببین چقدر راحت حاصلش به دست اومد. نیاز نبود یه ساعت x رو در تک تک این جملات، منهای 2x رو در تک تک این جملات ضرب کنید. همه اتحاد دو چاق رو کامل متوجه شدن؟ اوکیه. خب شاید بگین خب این تو کنکور قرار چطور بیاد؟ هم مستقیمش میتونه بیاد دوستان، هم میتونه از سمت راست به چپش، یعنی تجزیهش رو از ما بخواد، درسته؟ دوباره بهتون میگم نگاه کنین، یک سه جمله ای در یک سه جمله ای اگه ضرب بشه، خب که جملاتش این هم باشه، این x2 داره، این 2x داره، این 4، فقط در یک علامت فرق کنه. حالا بعد حتما باید بچه ها برای چک کردن این که اتحاد دو چاق هست یا نیست، از دو تا جمله جذر بگیرید، x2 x جذر 4 2 و ضرب اینا 2x، این وسط هست، پس اتحاد دو چاقه. حالا چی میشه؟ میشه جمله اول بتوانه 2 x4، جمله دوم بتوانه 2 4x2، جمله سوم بتوانه 2 16. این اتحاد معروف به اتحاد دو چاق هست اصطلاحا.
حالا میریم سراغ یک تست که ببینیم واقعا از این چه تستی میتونستن بدن، یه تست کنکور حل کنیم که کاراییشو ببینید. این تا اینجاشو همه اوکی شدین؟ متوجه شدین؟ ببین بچه ها، یه تست کنکور با هم حل کنیم که شما بهتر کارایی های این تست ها رو ببینید. ببینید تو بخش تجزیه از این قسمت تست دادن، تستشو ببینید، این تستشو اینجا براتون گذاشتم. گفته عبارت x4 به اضافه x2 به علاوه 1 بر کدام یک از عبارت های زیر بخش پذیر است. وقتی میگه بخش پذیره یعنی تو تجزیهش عامل ضربیش وجود داره. خب x2 به علاوه 1، x2 منهای 1، x2 منهای x به اضافه 1 یا x2 به اضافه 2x به علاوه 1. رسیدیم به اون سوالی که میخواد ازش بیاد. درسته؟ خب من باید x4 به اضافه x2 به علاوه 1 رو تجزیه کنم. ببینید تجزیهش چطوری. x4 به علاوه x2 به علاوه 1. کی میشه از اتحاد دو چاق برای تجزیه استفاده کرد؟ خوب به شرایط نگاه کنید دوستان. حتما باید سه جمله باشه. حتما باید سه جمله باشه و حتما بچه‌ها هر سه جمله مربع کامل باشه. خب الان دقیقاً سه جمله است. هر سه جمله مربع کاملن. جزء دو تا از جملات هم حاصل ضربش میشه جمله وسطی. نکن x4 x2 یکم یک، حالا یک ضرب در x2 کنیم، x2 وسط هست. پس حالا همه چیز برای راه تشخیص دارم. چیکار میکنم؟ دو تا پرانتز باز میکنم، از هر یک از جملات جذرش رو می‌نویسم اینجا، میشه x2 x1. یک بار همه رو مثبت میذارم، تو پرانتز بعدی باز x2، این دفعه x رو منفی میذارم به اضافه 1. دقیقا یعنی عکس کار اتحاد دو چاق انجام دادم. خب پس الان یکی از عاملا x2 به اضافه x به اضافه 1. یکی از عاملا چیه بچه ها؟ x2 منهای x به اضافه 1. خب تجزیهش همه متوجه شدن؟ چطوری از اتحاد دو چاق توی تجزیه استفاده کردیم؟ بسیار خوب. خب این شدی که از کارایی های این تست. حالا اگه برگردیم بچه ها به تست اون قسمت، درسته؟ الان کدوم گزینه رو میزنید؟ ما هم x2 به اضافه x به اضافه 1 داشتیم، هم x2 منهای x به اضافه 1. پاسخ گزینه چنده بچه ها؟ پاسخ گزینه 3 هست. خب حضورتون عرض کنم ما این جلسه رو تا کجا پیش رفتیم؟ تا کاربرد اتحادا پیش رفتیم و حالا میخواییم بچه ها بگیم اینا همه چی به درد میخورد، چه استفاده کنیم، چطور تستا رو بیاریم تو تجزیه استفاده کنیم. بحث تجزیه رو بچه ها تو جلسه آینده و عبارتهای گویا رو انشالله با همدیگه کار میکنیم. یه بحث بسیار جالبی هست و یک روش، سری روش های ابتکاری و تستی هم برای محاسبه حضورتون عرض کنم تستا خواهیم گفت. منتها من توی چند دقیقه پایانی کلاس یک روش ابتکاری میخوام امروز بهتون درس بدم که تستای تجزیه رو حل کنید بدون تجزیه کردن. این چند دقیقه آخر خوب گوش بدین، میخوام مبحث جالبی رو بهتون بگم. خب ببینید دوستان، آره هم بالای بالا بکنم. خب دوستان ببینین، میخوام براتون یه نکته جالب بگم تو تجزیه. فرض کنید یه سه جمله به من و شما دادن، اصلا نمیتونیم تجزیه کنیم، گیر تجزیهش هستیم. تست کنکور سراسری هم بوده. خب ببینید دوستان، ببین چی کاری حلش میکنه.
خب ببینید این تست رو میخوام حل کنم. پس سوال چیه؟ سوال اینه که مثلا به من و شما بدن که کدوم عبارت توی یک تجزیه وجود داره یا وجود نداره و داستان چیه. بچه ها خوب نگاه کنین، داستان اینه که من فرض کنید تجزیه‌ام بلد نباشم. آخرین مطلبی که امروز میخوام بهتون بگم، سوال رو نگاه کنید، این تست کنکور بوده، گفته عبارت x2 منهای پرانتز x منهای 1 در پرانتز x2 منهای x منهای 3 منهای x بر کدام عامل بخش پذیر نیست، یعنی کدوم عامل تو تجزیهش وجود نداره. خب دوستان هم میشه اینو تجزیه کنید، هم میشه بدون تجزیه پیش برید. خب من میخوام تو این چند دقیقه بدون تجزیه به شما یاد بدم. خوب نگاه کنید، این روش رو یاد بگیرید. اگر تو یک تست کنکوری به شما گفت که کدوم عامل تو تجزیه وجود داره یا بر کدوم عامل بخش پذیره یا بر کدوم عامل بخش پذیر نیست، ببینید چی کار باید بکنید. خوب دقت کنید، نگاه کنید به گزینه هاتون. سوال میپرسم جواب بدید لطفاً. آیا گزینه های من عبارت های درجه یک هستن یا نیستن؟ از کجا فهمیدیم درجه یک توان x یک باشه؟ الان چهار گزینه که به من داده عبارت درجه چنده بچه ها؟ یک. قبول دارین؟ خب حالا برای حل این دونه تستا خوب دقت کنید، بیاین هر کدوم از این عبارت های درجه یک رو مساوی با صفر قرار بدین. بیاین مساوی با صفر قرار بدین. x منهای 3 رو مساوی با 0 قرار بدید، x میشه 3 بچه، درسته؟ x به اضافه 3 رو مساوی با 0 قرار بدید، x میشه منفی 3. x منهای 1 رو مساوی با 0 قرار بدین، x میشه 1. x به اضافه 1 رو مساوی با 0 قرار بدین، x میشه منفی 1. درست شد؟ خوب دقت کنید، همه اینا درجه یکن. میان چیکار میکنین؟ اصطلاحاً ریشه هر کدوم از گزینه ها رو پیدا کنین. ریشه یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این عبارت ها رو مساوی با صفر قرار بدین، جواباشو به دست بیارین. حالا خوب دقت کنین، این اعدادی که اینجا به دست میان رو بذارید داخل عبارت. اگر هر کدوم از این عددهایی که گذاشین داخل عبارت کل عبارت رو صفر کرد، معلوم میشه که این ریشه کل اون عبارته و معلوم میشه که یعنی مثلا x منهای 3 اگر 3 گذاشتیم صفر کرد، x منهای 3 عامل تجزیه است. پس نیاز به تجزیه دیگه به این کار نداریم. پس چیکار میکنیم؟ هر کدوم از ریشه های این گزینه ها رو میذاریم توی عبارت اصلی. هر کدوم صفر کرد حاصل و اون عبارت توی گزینه ها هست، درسته؟ یعنی اون عبارت تو تجزیه هست و اگر صفر نکرد تو تجزیه وجود نداره. خب بچه ها بریم یه کار بکنیم. خب حالا شاید شما بگید خب این روش خیلی طولانیه، ما باید همش عدد بذاریم. اینجا ما یه کلکی داریم، یه سیستمی داریم به نام سیستم 3-2-4-1. یعنی اول گزینه 3 رو بذارید، بعد 2، بعد 4، بعد 1 رو. خب الان 3 رو من حالا به سیستم کار نمیگیرم، براتون حل میکنم ببینید چطوری. اگر x مساوی با 3 رو دوستان بذاریم داخل این عبارت، چی میشه الان؟ 3 به توان 2 میشه 9 منهای 3 منهای 1 2 اینور 3 به توان 2 9 9 منهای 3 میشه 6 6 منهای 3 میشه 3 منهای چند بچه ها 3. به جای x چی گذاشتم دوستان؟ 3 گذاشتم. حساب کنیم، این میشه 9، این میشه منهای 6، این منهای 3، حاصل 0. یعنی الان 3 گذاشتم این حاصل 0 شد، پس x منهای 3 تو تجزیه هست، یعنی این عبارت بر x منهای 3 بخش پذیر هست. اما این گفته تو تست گفته کدوم بخش پذیر نیست، پس کافیه اون گزینه عددی رو بذارم که حاصل عبارت بالا رو 0 نکنه، درسته؟ حالا این به جای x منفی 3 بذارید، درسته؟ خب به جای x منفی 3 بذارید بچه، منفی 3 میشه 9 منهای منفی 3، اینجا بذارید با منفی 1 میشه منفی 4 میشه مثبت 4 ضرب در اینجا منفی 3 بذارید، منفی 3 به توان 2 9، 9 با 3 میشه 12، 12 منهای 3 میشه 9 منهای چند؟ منهای 3 که میشه به علاوه 3. نکنید اصلا این حاصل 0 نمیشه، مخالف صفره. پس معلوم میشه x مساوی با منفی 3 این عبارت رو صفر نکرد، پس این عبارت بر x به اضافه 3 بخش پذیر نیست، پس پاسخ گزینه 2.
حالا دوستتون در ادامه پرسیدن که اگه یکی از گزینه‌ها درجه دو بود چیکار کن؟ این انشالله تو جلسه بعد بهتون میگم. پس فعلا با این تکنیک چی رو بلدین؟ اگه همه گزینه‌ها درجه یک بودن و تجزیه‌شون رو بلد نبودیم، یعنی چی بلد نبودیم؟ دو با دو چاق نشد، تجزیه‌اش با فاکتورگیری نشد، تجزیه‌اش با اتحاد یک جمله مشترک نبود، درسته؟ یعنی تجزیه سخت و خاصی بود، میتونید با عدد گذاری برید. کافیه که ریشه های هر کدوم از این عبارت ها رو به دست برید دوستان، این ریشه ها رو بذارید توی عبارت، هر کدوم که عبارت رو صفر کنه معلوم میشه که اون گزینه جز عامل تجزیه است. خب کامل متوجه شده این نکته تستی رو و کاربردش رو؟ سوالی هست تا اینجا؟ خب شما هم خسته نباشید، امیدواریم از این جلسه دوم کلاس هم استفاده کرده باشین. وقتتون بخیر، اگر سوالی ندارید خداحافظ همه شما.